این غلام نمیتواند نظم دهد، البته در کار دخالت میشود. این درد غلام را میکشد که مردم میگویند آن نظم میرزا تقی‌خانی گذشت. مردن را بر خود گواراتر از این حرف میدانم. نه، من این را نمینویسم. باشد، خودم مینویسم. شما به مقتضای طبیعت زنانه شهامتش را نداری. این دیگر از مردانگی گذشته خودخواهی است. شما که از اول صدر اعظم به دنیا نیامده بودید، شما همیشه بالا رفتید. حالا برای تنزل هم قدری تحمل داشته باشید. من آشپز ساده بودم، اما آسان به دست نیامد که آسان از دست برود. کاری تمام نشد، کارها نیمه کار است. کارهای دنیا همیشه نیمه کاره میماند. قدرت که عمر نوح ندارد، قدرت فصلیست، میگذرد. زندگی را سخت نگیرید، زندگی هم میگذرد. اگر قرض خدمت است، در این منصب هم میشود منشأ خدمتی بود. زیر دست نالایق خدمت ناخدمتی است. شوهرتان مرد بدی نیست، میشود گفت بدتاله است. خدا کند که بد اقبالی من شما و بچه ها را بدبخت نکند. با نام و اقبال شما را به جان میخرید، هرچند اگر بد باشد که نیست. بی منصب، با منصب، در جبه صدارت یا در شعلای زراعت، من و بچه ها اهل بیت شماییم. پس بنویسید آنچه را که گفتم. دوست دارم به خط شما باشد. اگر عاقبتش دور گردی هم باشد می نویسم. مرد خانه که شما باشید، چه غم اگر خانه ای نباشد. گرچه حالا ورقه ترک تحت الحمایگی را امضا کردم، اما باطنن با شما همدلم و حالا گرفتار مشکل بزرگی شدم در باب امیر نظام که پیشنهاد قبله عالم را برای حکومت فارس یا اصفهان یا قم نپذیرفت. بیچاره میترسد نیرنگی در کار باشد و همین که پا از پای تخت بیرون گذاشت قصد جانش کنند. من از شما استدعا دارم به خاطر آسایش سلطان و آرامش کشور و به عنوان یک لطف شخصی نفوذ خود را به کار برید و میرزا تقی‌خان را وادار کنید برود. مایلید کجا بروند آقا؟ به هر کدام از شهرها که باشد نقلی ندارد، البته کاشان بهتر است. من حامل پیام مخصوصی هستم از جانب جناب سفیر در باب حکومت کاشان. استدعا دارند قبول بفرمایید و بدانید دخالت ایشان صرفاً به خاطر حفظ جان شماست. از دوستی جناب سفیر تشکر کنید و از قول من به ایشان بگویید که من فقط از دولت ایران حکم و ابلاغ میگیرم. مشک направо، направо. Как удачно и точно нарисован портрет. Очень похож на оригинал. Немножко налево, налево. Подними наверх немножко. Положи вниз, вниз. Итак. امروز سفیر انگلیس 2 ساعت با صدر اعظم جدید مذاکره کردند. گرچه امیر نظام مخالف سرسخت ما روسا بود، اما میرزا آقا خان رسماً تحت الحمایه انگلیس است و عامل بست نفوذ انگلیس در دربار ایران. گرچه حالا در ظاهر توبه نامه نوشته، ولی دوست قسم خورده انگلیس است. دشمنی امیر از این دوستی یک طرفه بی‌ضررتر است. به چپ لطفاً. میرزا آقا خان هواخواه انگلیس است. در همه امور با نماینده انگلیس مشورت می کند و با او تماس دائمی دارد. به حالان که با ما هیچ مشاوره‌ای نمی کند، من این مطلب را صریحا می نویسم و عرض برسانید. خبر دیگری است در باب حکومت میرزا تقی خان به کاشان. این دیگر حکم قتل است. اگر جان امیر حفظ شود، دیر یا زود به صدارت خواهد رسید و مطمئن ترین طریق برای حفظ جان امیر حمایت روس است. سربازا را بفرستی خانه را محافظت کنم.
دانید که روس دارد یک مطبخی را به تخت می نشاند، گرچه این لقمه ایست گنده تر از دهان این بندگان مرتد خدا و سلطنت موهبتی است آسمانی، اما این حمایت وزیر مختار روس از وزیر معزول بازی کردن با آبروی چندین هزار ساله یک ملت است. سربازان روسی رسماً از خانه امیر محافظت میکنند. این دیگر با قبله عالم است که یک تو دهنی به وزیر مختار روس بزنند و هم گوش وزیر سابق خود را بکشند تا هر دو نیتی جز اطاعت اراده قبله عالم نکنند. اگر اجازه میفرمایند یک کسی را بفرستم به سفارت روس و فعلا به طور ملایمت به جناب پرنس بگوید بر چشم کور سرمه کشیدن فایده ندارد. خیر، استخوان لای زخم نگذارید. به وزیر مختار صریح بگویید به تو چه؟ باید یک شخص سیاس را فرستاد که همین مطالب را محترمانه بگوید. همین پدر سوخته را بفرستید برود به سفارت روس. در این گونه موارد است که کم کم حسن نیت دولت انگلیس بر شما روشن می شود. برای شما که زیاد از حد روشن شده جناب سفیر. نمی دانم چرا گاهی شما را با سفیر انگلیس اشتباه می کنم جناب صدر اعظم. پیداست زنجیرها را پاره کرده ای، نقلی ندارد، ولی چون بنای کار دنیا بر تغییر است و در همیشه بروی یک پاشنه نمیچرخد، بهتر بود لااقل این زنجیر آخری را برای خودتانم که بود باقی میگذاشتید. خانه میرزا تقی خان جزء املاک قبله عالم است و خواهر قبله عالم در آن زندگی میکنند. قبله عالم این توهین را قبول نخواهند کرد که مامورین سفارت روس به خانواده ایشان گمارده شوند. به علاوه اگر هیجان مردم برانگیخته شود، مسئولیت امر را بر گردن جناب وزیر مختار روس میدانند. مصلحت شما و امیر این است هر چه زودتر سربازان خودتان را از اطراف خانه امیر بخوانید برگردند به سفارت. آن دوستان کسانی هستیم که سلطان آنها را بخواهد. چون امیر نظام نزدیکترین شخص به سلطان بود، برای حفظ این دوستی پادرمیانی کردیم. اقدام ما به هیچ وجه یک امر دولتی نبود، یک وساطت دوستانه بود. حالا هم دوستان پای من را میکشیم کنار و دست ارادت من را به طرف سلطان دراز میکنیم که البته به عرض میرسانید. خودت را داخل جنگ مردها نکن، خودت را پیش برادرت ضایع نکن. برادر یاور است، خاصه برادر تو که قبله عالم است و سلطان و ولی نعمت. بیا در خانه بمان، دیدن تو غضب قبله عالم را کم می کند. کار امیر درست می شود. من به جهت تو از همه بدی هایی که به من کرد گذشتم. باور کن وساطت هم کردم، افاقه نکرد. کار امیر سخت است، حکم غریق را دارد. بودن تو کارش را مشکل تر می کند. بگذار چند روز دور باشد، با هم چاره می کنیم. زبانم لال، به گور هم برود تنها نمی رود. من و بچه ها هستیم، با خوبش بودیم به بدش هم می سازیم. فکر بچه ها را بکن مادر، تو دیگر مادری. باید بچه هایت را به نیش بکشی بزرگ کنی. شاید امیر سرش را گذاشت روی زمین، تو میخواهی بخوابی رو به قبله؟ پس تکلیف بچه هایت چیست؟ تا قیامت هم حرف من این است. یادت باشد که این را خودت خواستی. هنوز هم اگر بخواهید داماد مهربانی برای من باشید، کابین عروس منصب صدارت است. هنوز هم اگر یک کلام حرف آشتی بگویید، همه ی درها بروی شما باز خواهد شد. بروید خانم، بگذارید هم درها بسته باشد هم دهان من.